بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع راز دردناک‌ترین آیه قرآن، ایام فاطمیه، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام. جلسه اول، 32 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. هرچند وقت گذشته و شب شهادت هم هست و شب عزاداری است، اما مختصر نکته ای رو عرض میخوام بکنم که شما بررسی بیشترش رو انجام بدید. اهل فضل الحمدلله در جلسه فراوان هستند. ببینید این آیه قرآن مال امشب هست یا نه. رسول گرامی اسلام وقتی آیه فستقم کما امرت و من تاب معک نازل شد، فرمودن که بلند شید، آماده بشید، و تأکید میکردن، تحریض میکردن اطرافیان خودشون رو که به گونه ای بسیار بهتر مثلا عمل بکنن. حتی فرموده شده است که از حضرت پرسیدن چرا محاسن شما انقدر زود سفید شد، فرمودن که شیبت این سورت الهود، سوره هود منو پیرم کرد. مشهوره که بعد از این آیه رسول گرامی اسلام دیگه کمتر لبخند زدن. چرا فستقم کما امرت و من تاب معک، چرا باید پیغمبر رو پیر بکنه؟ اگر ما بگیم که این به این دلیله که امر به تداوم دین هست، امر به استقامت هست، امر به این است که این دین فقط شروع شدنش مهم نیست، در این مسیر مردم باید بمونن، شما باید مسیر رو نگه بداریم، و پیامبر گرامی اسلام چون تو این آیه امر به تداوم داده شده، اونور میدونن مردم در تداوم درست حرکت نمی کنن، پیغمبر پیر شد. خب ما میدونیم آیه های دیگر قرآن هم همین اشارات رو دارن، انقلاب بر اعقاب، که اگر پیامبر شما از دنیا رفت شما برمیگردید به وضع سابق خودتون، یا آیات دیگه قرآن که نشون میده من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. آیه های دیگری از قرآن هست که نشون میده مردم سست عنصرن. رسول گرامی اسلام میبینه که اینا سست عنصرن، یه دفعه الان متوجه میشه سست عنصرن، این امر استقامت و اجرا نمیتونن بکنن، بعد پیر میشه. شاید این نباشه، چون هم سست عنصری اونها رو میدیده، هم سست عنصری اونها رو میدونسته. از طریق وحی هم تو آیات دیگه قرآن هم اشاراتی در این باره هست. پس اینکه امر به استقامت شده اما میبینه اطرافیان و من تاب معک اینها خوب پیروی نمی کنن، اجرا نمی کنن، ناراحت بشه، شاید این نباشه. صورت‌های دیگه‌ای هم هست که الان رد کردن اونها زیاد ضرورت نداره. مثلا این که دستور سخت بوده برای پیغمبر، پیغمبر پیر شده. چه دستوری برای پیغمبر سخته؟ دستوری برای پیغمبر سخت نیست. بگو جان بده، جان میده. پیغمبر دیگه او قدرتمندترینه. یه چیزی، یه دستوری بخواد ایشون رو پیر بکنه، دیگه ما باید حساب کار خودمون بکنیم، چون این امر استقامت
هر روزه، یعنی هر روز به همه داده میشه، یعنی همه باید همیشه استقامت بکنن؟ اینم احتمالا نیست. تمرد من تاب معک هم احتمالا نیست، چون عرض کردم هم من تاب معک اطرافیان رو به صورت عمومی میبینه که ضعیفه، هم میدونه که اینها ضعف خواهند داشت. شاید دلایل دیگری هم میشه چید، من مختصر بکنم. شاید اون چیزی که پیغمبر رو پیر کرده این باشه که چند تا نکته باشه که کنار هم دیگه جمع میشه، جمع شده تو این آیه. اون این باشه که امر به استقامت تو این آیه یه آیین نامه پیدا کرده به نام کما امرت، اونجوری استقامت کن که من به تو دستور میدم، من به تو دستور میدم، من به تو برای تو معین کردم. اون آیین نامه کار رو اولا سخت میکنه، ولی این سختی اول دلیل پیری نمیتونه باشه، چون یه جای دیگه هم ما فستقم کما امرت تو قرآن داریم که در مورد اون آیه گفته نشده پیغمبر پیر شده. مرحله اول سختی این دستور مال فستقمه، که این فستقمو خب طبیعتا باید گفتش که نباید زیاد سخت باشه. هر کسی مؤمن شد، هر جامعه ایمانی باید راهش رو ادامه بده. اما وقتی که میفرماید کما امرت، سختی مضاعف میشه، اونجوری که من گفتم. حالا تازه با یک آیه مضاعف سخت مواجه هستیم، فستقم کما امرت. بعد میرسیم به پیری رسول گرامی اسلام. این مضاعف سختی به چه دلیلیه؟ این حالا ما بیایم از آیه قرآن بیرون یه چهار تا کلمه با هم دیگه صحبت بکنیم. اگر پیغمبر گرامی اسلام میخواست راحت به این دین نه کما امرت دوام ببخشه، براش کاری داشت، دو نفر رو میکشت، دستور میداد اینا رو شرشون رو بکنید، ولی این طبق آیین نامه نبود. اگر امیر المؤمنین میخواست تداوم بده دین رو، براش کاری داشت؟ نه، خیلی ساده بود براش. در کوتاه‌ترین و کوچکترین فرصتها که خیلی هم دست حضرت علی علیه السلام اومد، اصلا حضرت فرصت سوزی کردن، می اومد این کار رو ادامه میداد. حضرت علی علیه السلام کافی بود دست به شمشیر ببره، هیچی هم جلودارش نبود، ولی دیگه کما امرت نبود. اون نامرد قاصب وقتی که نامه حضرت علی علیه السلام رو گرفت ترسید، دومی رو صدا زد بهش گفتش که ببین ما نباید اصلا تو این کار می اومدیم. دومی بهش گفتش که تو ترسو هستی. و دومی برگشت گفت من همه کاراتو درست کردم. اولی برگشت گفت تو درست نکردی، ما یه دونه شانس آوردیم و اون اینه که علی طبق وصیت نامه پیغمبر عمل میکنه، خلاف وصیت نامه عمل نخواهد کرد. ما خیالمون راحت داریم، هر غلطی دلمون میخواد میکنیم، میدونیم کما امرت عمل میکنه. این کما امرت خیلی کشنده است، همین الان هم دامنگیر ماست. فستقم کما امرت سخت میشه، و الا استقامت کردن کاری نداره که. با یه دونه سیاست بازی، با یه دونه زور پنهان و پیدا راحت میتونن کارشون درست بکنن، کاری نداره. همین الان مقام معظم رهبری با کما امرت، اگه کما امرت رو نخواد اجرا کنه، شما فکر کردید حل مشکلات سیاسی این مملکت کاری داره؟ خدا شاهده آدم کمی فکر بکن، فکر کن از یک لیوان آب خوردن راحت تره، چون لیوان آب خوردن چقدر طول میکشه. شما فکر کنید اینایی که زحمت برای مملکت ما ایجاد میکنن، اینا عددی هست، قیمتی دارن؟ تو جوامع دموکراسی جهان یه همچی آدم هایی رو تحمل میکنن؟ شما میگه همه دنیا اینجوریه، همه دنیا کل هیئت حاکمه آمریکا یه کسی نطق بکشه نطقشو میکشن بیرون، اصلا از اول میدونن کی بیارن کی ببرن. با بازی رأی مردم، بازی اونا هم.
همچی تو مشتشون کار راحت. یه جاهایی هم نمایش میدن ضد خودشون حرف بزنن، اونم جز به بازی هاشونه. کاری داره مقام معظم رهبری فقط از زبونش استفاده بکنه چند تا سخنرانی بکنه، اون تو طبق آیین نامه نیست. طبق آیین نامه نیست. فستقه موجود که من میگم ها، میتونی بزنی بکشی، میتونی بیحیثیت بکنی، میتونی خیلی کارا بکنی، اونجوری نه، اونجوری که من بهت گفتم. این پیر میکنه عالم رو، پیر میکنه عالم رو، زمینگیر میکنه. تازه این من نمیخوام بگم این تا اینجاش پیغمبر رو پیر کرده، ولی این کلن خیلی سخته. تفاصیل معمولا فرمودن کما امرت، یعنی طبق آیین نامه. این آیین نامه پدر در مثلا نمیفهمن، خوارج نفهمیدن آیین نامه رو. هرچی حضرت علی باشون رفتار میکرد اومدن به حضرت علی چی را دیگه بودن، آقا تو میدونستی ما خطا کردیم و حرف ما رو گوش کردی، کافر شدی، یه تو توبه کن. اونا هر کی گناه میکرد میگفتن کافر شدی، بعد گفتن تو گناه کردی حداقل توبه کن. چقدر مهربون شده بودن خوارج، میگفتن توبه هم بکنی قبول میکنیم توبه تو. آقا میگم من چی توبه کنم؟ میگم ما اشتباه نکردیم، تو چرا حرف ما رو گوش کردی؟ نمیتونه آیین نامه رو درک بکنه. علی اینه، آیین نامه میدونه چقدر سخته. در روایت هست، در روایت تاریخی، دختر دومی یکی از همسران پیامبر بود دیگه، مثل دختر اولی که خب دختر اولی البته مشهورتره. دختر دومی یه شب نوبتش بود، پیغمبر نرفت پیشش، رفت به جای دیگه از منظرهای خانوماش. اون اومد اعتراض کرد، پیغمبر گرامی اسلام برای دلجوییش فرمود که ناراحت نباش، تو حالا یه روزی بابات به این هوایی میرسه، بعد از من بابات و فلانی، چون با هم رفیق هم بودن دو تا دخترها، بابات و بابای فلانی به این هوایی خواهد رسید، اینجوری میشه، ولی اینو به کسی نگی. یا بنابر این نقل تاریخ اونا رفتن گفتن، وقتی رفتن گفتن میدونی اونا چیا کردن؟ توطئه قتل پیغمبر رو ریختن. همون حرفی که فاطمه زهرا تو مسجد پیغمبر وایساد فرمود، شما همون کسانی هستید که در زمان حیات پیغمبر توطئه قتل می‌ریختید، صریح سخن تو خطبه از زهرا ببینید، و الان بعد از پیغمبر دارید بهش دروغ می‌بندید، دارید دینش رو منحرف می‌کنید. خب بعد اونا توطئه قتل ریختن، پیغمبر گرامی اسلام خبر پیدا کرد، توطئه قتل رو برملا کرد. بعد اومد فرمود به این دختر که تو چرا گفتی؟ من نگفتم نگو. گفتن ما بریم پیغمبر رو بکشیم، حالا که ما بعدش رئیس میشیم، خودمون که نقشه شو داشتیم، حالا بریم پیغمبر رو بکشیم زودتر رئیس بشیم. خب این کاری داشت برای پیغمبر اینا رو حذف کنه؟ برید تأمل بکنید در مورد مدارای پیغمبر با منافقان، تمام رازهای مشکلات مملکت خودتون به دست میارید. وقت به دست میارید چرا به از تعلیم میگفتن تو سیاستمدار نیستی؟ اکثریت مردم ما الان خیلی راحت میگن چرا آقا کارها رو درست نمی کنه؟ راحت بعد بگی آقا احترام میگذاره، یعنی چی احترام میذاره؟ چه کنه؟ میدونی آقا چقدر احترام میگذاره؟ اون قدری که حضرت علی علیه السلام داد مملکت رو ابو موسی اشعری تحویل معاویه داد رفت. خودتو بپا. دیشب مختصری از این بحث رو خدمت مقام معظم رهبری تو حسینی عرض میکردم، گفتم این آیین نامه همیشه نتیجهش مظلومیته، منتها دو تا شرط داره که دیگه این آیین نامه مظلوم نکنه امام جامعه دینی رو، یکی محبت، یکی وسیلت. این دو تا باشه این آیین نامه خوشگل اجرا میشه، عالم رو هم میگیره. اما اگه مردم وسیلت نداشتن، مردم محبت نداشتن، این آیین نامه اجراش یعنی مظلومیت.
فستقم کما امرت. فستقم که اصلا خود به خود سخته، مدام اصلا استقامت دستور سختی، دوام شروع کردن راحته، انقلاب کردن راحته، گفت انقلابی موندن سخته. حرف درستیه، هر کی زد حالا، ولی حرف درستیه. استقامت سخته، فستقم کما امرت سخت‌تره، چون تو قدرت پیدا کردی از قدرتت استفاده نکنی. همه فرما یه وقت تو ضعیفی، زیاد کما امرت قید نمیخواد، جاهد و فی سبیل الله دیگه، جاهد و فی سبیل الله زیاد کما امرت نمیخواد، درسته؟ کشتن و کشته شدن کما امرت نمیخواد، جاهد و برید جاهد کنید، یالا راه بیفتید. ولی فستقن، فستقن توش نکشتن هست، پدر در میره. توش کشته نشدن هست، پدر در میره. نمیخوام بحث کنم ها، خدا شاهده، میخوام یه روزه هایی رو بگم. یه نفر من میگفت چه آیه قرآن روایت کم میگفتم، بابا من شارح روزه هام، روزه خونم. ولم کن تو رو خدا، یکی مفسر قرآن، یکی شارح نحوه بلاغت، یکی تفسیر روزه میکنه. ما تو عمرمون دیدید چیز دیگه بگیم؟ اولش هم بعضی ما میگن روزه ها خوب به بحث میچسبه، میگن ما روزه شروع میکنیم بحث رو طراحی میکنیم بگیم. من میخوام چند تا روزه بگم براتون، فکر نکنید من دغدغه حرف زدن الان دارم. فستقیم کما امرت، کما امرت سختش میکنه. بعد میفرماد و من تاب معک، اونایی هم که با تو ان باید چکار کنن؟ استقامت کنن. کما امرت تو، حالا من تاب معکشو عرض میکنم، بعد در توضیح کما امرت میفرماد ولا تتقوا، طغیان نکنید. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماد این امر به استقامت، امر به تعادل بین افراط و تفریط چه بسا نباشه. استقامت یعنی در خط راست برید، کج نشید این ور اون ور، افراط و تفریط نکنید. اینو نمیگه، همچون که بعضی از مفسرین فرمودن، علامه فرمود این نیست، اینجا فرمود لا تتقوا، افراط نکنید. نمیفرماد تنبلی نکنید و استقامت بکنید، میفرماد زرنگی نکنید و استقامت بکنید. به تنبلیش کاری نداره، چون تو وقتی که جامعه رو گرفتی، قدرت دستت اومد، موقعیت پیدا کردی، بعد دیگه باید مواظب تو بود که تو طغیان نکنی. تنبلی کسی نمیکنه، طغیان کردن وقتی که اومدن سعد رو توی شام کشتن، نمیدونم تو جای دیگه‌ای برداشتن مالک ابن نویره رو کشتن، طغیان کردن، نگر داشتن با طغیان مثل آب خوردن میمونه. کما امرت معناش تو ولا تتقوا و روشن میشه که طغیان نکنه. آیه ان الله به ما تعملون بصیر، خدا به اون کاری که شما انجام میدید بیناست. شاید هم منظورش از این که میفهمن خدا بیناست این باشه که قدرتمندان اگه بخوان طغیان بکنن هیچی نمیفهمه، ولی صدا میزنه خدا که میفهمه، من که بینام، پشت پردم طغیان نکنیم. قدرتمندان خیلی راحت میتونن پشت پرده یه ذره طغیان بکنن، تمام مشکلات رو حل کنن. یه ذره طغیان کسی نمیفهمید. اگر حضرت علی علیه السلام شمع رو خاموش نمیکرد جلو صلاح و زوبه، یه ذره پشت پرده یه سازش میکرد، طغیان میکرد، صلاح و زوبه فعلا مال حضرت علی بودن، کار را میافتاد. طغیان نکنید برای استقامت، برای تداوم دادن دین چیکار کنید؟ اونجوری که من میگم عمل کنید، طغیان نکنید. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، بعد میفرماد آیه بعدی، و با ظالمان هم، به ظالمان هم اعتماد نکنید. روزه ابو سفیان اومد وقتی علی دست پاش بسته بود تو خونه نشسته بود، گفت ابو سفیان اومد گفت من لشکر برات میارم. علی ابن ابی طالب فرمود نخه، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، وقتی تو بخوای کارت رو را بندازی یه عده از ظالما میان باها چیکار کنن؟ همدست بشن. با اونا همدست نشو. من نمیخوام تحلیل سیاسی بکنم، ما حسن این حرفا ندارم،
بندگان خدا دوم خردادی یه مشکلی که پیدا کردن، اون مشکلشون رو بلا ترکن الذین ظلموا رو گوش نکردن. بعضی از این اراذل و اوباش عالم سیاست رو بهشن اونا هم نوازش کردن. بابا این که بلا ترکن الذین ظلموا، علامه طباطبایی بصیرتش کشته آدمو میفرماد بلا ترکن الذین ظلموا معناش این نیست که با ظالمان همکاری نکنید، اندیشه اونا رو هم تو زندگی خودتون به کار نگیرید، یعنی به تئوری های اونا هم گوش نکنید، نه اینکه خودشون رو همکاری نکنید، تئوری هاشون هم عمل نکنید. اینا موجب طغیان شما میشه. الان تمام عالم موندن همینجوری به ولایت بقیه ما نگاه کردم نمیزنه، میتونه وا مثل یه آب خوردنه. ما به روش شما غربی ها عمل نمی کنیم. جوجه هایی بدون هیچ ریشه‌ای، بدون هیچ اصالتی تو عرصه سیاست تو کشور ما میتونن لگدبرانی کنن. اصلا آدم نگاه میکنه نسبت به کشورهای جهان شاخ در میاره. اینا به خاطر اینکه آیین نامه رعایت میشه. من نمیگم غلطه ها، درسته، آیین نامه باید رعایت بشه، آیین نامه همینه. آقا این آیین نامه که همش نتیجهش مظلومیته که بصیرت و محبت و معرفت باشه، مظلومیت نیست. قصه نخور. این دستور سخت خدا معلوم شد حالا کما امرت یعنی چی. اون آیین نامه آیین نامه عجیبیست، آیین نامه ایست که حرف برای مردم عالم داره امروز، آیین نامه ایست که حرف برای مردم خودمون داره. مردم بدونن ولایت مقید به آیین نامه است. در استمرار نمیاد از خیلی چیزا استفاده کنه. خب حالا پیریش مال کجاست؟ کما امرت. همه فرمودن کما امرت تو اون آیه دیگه قرآن که جای دیگه فستقیم کما امرت فرمود، اون و من تاب معک نداره. و من تاب معک یعنی چی؟ یعنی این که پیغمبر مواظب باش، مؤمنین با تو هم باید به همین روش استقامت کنن. پیغمبر این پیرش میکنه که میبینه خیلی از مؤمنین استقامت نخواهند کرد، بعیده. این اولا چیزی نیست که اینجا فقط بیاد، جاهای دیگه قرآن هم اومده. شاید این باشه پیغمبر رو این پیر کرده که من تا و معک کیان که این دستور رو گوش خواهند داد. این کسانی که من تا به معک هستن و گوش نمی کنن، پیغمبر رو شاید پیر نکرده. این که من تا به معک یه گروهی هستن و این دستور رو گوش می کنن پیر کننده است. اون علی و فاطمه دو سه تا سلمان فارسی و عمار و اینها. فاستقم کما امرت و من تا به معک. خودم طبیعتاً همین پای آیه تفسیر نمیخواد، تعویلم نمیخواد، به عنوان یه مصداق خیلی راحت دیده میشه. فستقم کما امرت و من تا و معک. این دستور رو کی اجرا کرد؟ خب پیغمبر که یقیناً اجرا کرده دیگه. کی؟ علی و فاطمه. هرچی داد دادن سه نفر چهار نفر دیگه اومد بهش پیوست. فستقم کما امرت و من تا و معک. به قامت رعنای فاطمش نگاه میکنه که در این راه این قامت شکسته خواهد شد. به علی شهادت طلبش نگاه میکنه. علی مردن برات آسون بود؟ خدا میخواد این امتحان رو ازت بگیره ببینه نه مردنم برات آسونه. فاطمه چندین بار اومدم تو خونه دیدم بچه‌هات گرسنگی کشیدن، خودت گرسنه‌ای، چادرت خاکیه، وصله داره، زیرانداز نداری. ها ببین داد جیگر امام زمانه ها. فاطمه جهاد به اموال برای تو خیلی راحته، مال در راه خدا دادن راحته. خب آره عزیز دلم، ولی خدا میخواد یه امتحان سخت‌تر بکنه. چیکار میکنه؟ این مال دیگه در راه خدا میده. فاطمه باید داری به خاطر خدا از مالت دفاع کنی. بگم تو میخوای مال فقرا رو بخوری بذار به زخم زبون بزنن،
به خاطر فدک سینی به صورتت بزنن، به خاطر یه باغ، در حالی که تو این باغو نمیخوای، باید بری براش کتک بخوری. فاطمه من، اون منطابه معکی که اینو اجرا میکنه، اون پیر کرد پیغمبر رو. جان دادن علی که پیر نکرد، گریه کرد، علیشو نگاه کرد، گریه کرد. قبل از ماه رمضان، یا رسول الله چرا گریه میکنین؟ میبینم که محاسنت به خون سرت خضاب میشه. این پیر نمیکنه پیغمبرو، ولی وقتی که یه جور دیگه به علی نگاه میکنه، حق داره پیغمبر پیر بشه. ببینم علی وقتی که تو نشستی دختر منو جلوت میکشد و تو هزار بار جان میدی و زنده میشی. باید نمیری در راه خدا، انقدر علی باید نمیری در راه خدا که فاطمه رو جای تو بکشد. آین نامه اینا رو میگه، من تا ممک اینا هم که اجرا میکنن، اینا پیر میکنن آدم. اونایی که اجرا نمیکنن که اجرا نمیکنن، شاید این بوده نمیدونم. پیر کرد پیغمبر رو، من حاضر شروع کرد به سفید شدن. میگن دیگه پیغمبر لبخند نزد. شاید از همون به بعد بود هر موقع فرصت پیدا میکرد میامد خانه فاطمه، فاطمه جانم یک کمی از علی باد حرف بزنم، هی تعریف میکرد. جاهدو به اموالهم و انفسهم، کاری نداره. جهاد علی و فاطمه با جان و مال یه جور دیگه ای بود، یه جور دیگه ای بود. علی جانباز در راه خدا، شهادت طلب، امتحان. حالا اینجوری شد، حالا علی جانم نمیر در راه خدا ببینم، نگو پیغمبر، نگو اینو از من نخواهی، اینو از من نخواهی. حتی فاطمه زهرا، اون ضرب دیگه، شب شهادت فاطمه زهرا، آدم اینا رو نگه کی بگه. ضرب بین در و دیوار، فاطمه زنده نمیگذاشت. آوردن هیزم در خانه علی، آتش زدن. از اول میگفتن ما میخوایم این خانه رو آتش بزنیم، اما بگم برات چرا در هنوز آتش نگرفته؟ چرا یه دفعه لگد به در زدن، نقشه رو عوض کردن؟ تا صدای ناله فاطمه رو شنید، فهمید فاطمه به میدان آمده. همه نقشاشون به هم ریخته، نداشت در آتش بگیره، آنچنان لگدی به سینه در زد. فاطمه عاشق رفتن پیش رسول خداست، اما باید بمونه به خاطر علی. مراحل بعد قلاف قنفذ نتونست فاطمه رو از پا در بیاره. شهادت طلبی آسونه، کاری نداره. ای برای بچه های ما همه شهادت طلب هم. شهید نشه کسی به دلیلی، به دلیل اون امر آیین نامه دندون رو جیگر بگذاره، این خیلی سخته. به خدا اگه فاطمه رو نمی زدن،
بذار من به اونا بگم راه کشتن فاطمه این نبود قلاب شمشیر به بازوانش بزنی. فاطمه رو اگه میخواید بکشید همین یه کاری کنید، علی گوشه خونه مقابل چشمش بلشیده زالو بغل بگیره فاطمه دق میکنه نیازی بزدن نبود. اونم فهمیدن دیدن فاطمه میاد بیرون زیر سایبان گریه میکنه، گفتن این سایبان رو قطع کنید این فاطمه هی علی رو ببینه هی مثل شب آب و کباب بشه. تا رسید به امشب موند فاطمه فقط به خاطر علی موند. امشب دیگه اومد صدا زد یا علی اجازه بده برم طاقت ندارم، هر نفس که می کشم از سینم خون تازه میاد. علی به خاطر حسینت بذار برم، این بچه آب و کباب شد مادرش رو اینجور دید. علی به خاطر زینبت بذار برم، علی چرا اینقدر چهرم زرد شده بذار برم. الله لعنة الله على القوم الضالين.